سلام بچه امیدوارم حالتون خوب باشه یه خبری رسید به دستم که این که تمکن مالی بالاخره افزایش پیدا کرد به خاطر این گیرونی هایی که اخیرا توی آلمان بوده و تورمی که تو آلمان اتفاق افتاده حالا به خاطر زنگ بوده یا هر چیزی کاری نداریم تمکن مالی از 10332 یورو به 11172 یورو افزایش پیدا کرده یعنی ماهی حدودا 931 یورو خب خواستم امینو یه سری جزئیاتشو بگم که این خبر از طرف یکی منتشر شده غیر این ویدیو ادیت نمیشه یعنی دارم واسه امتحانات درس میخورم فرصت ادیت ندارم یه ویدیو کوتاهی که ده, ده دقیقه دیگه هم میخوام آپلودش کنم اول اینو بگم که منبع این خبر سایت schengenvisainfo.com هستش که این خبر رو برای اولین بار منتشر کرد و سپانک های آنلاین مثل فینتیبا که بلاک اکانت باز میکنن واسه دانشجوی بین‌المللی برای دانشجوی ایرانی هم باز میکنن دارن اکانتاشون رو به روز میکنن و از دانشجوها مبلغ جدید رو درخواست میکنن اما مثلا سایت سفارت ایران هنوز آپدیت نشده برای مبلغ جدید ولی ویزا متریک اعلام کرده مثلا اینکه به ها گفته که برای ویزای ترم جدید اونایی که هنوز نرفتن مصاحبه نشدن مبلغ جدید رو میخواد هنوز به صورت رسمی نخواسته یعنی توی مدارکش ننوشته توی سایتش ولی گفتن که اینو مبلغ رو میخوان اونایی که قبلا مصاحبه شدن دیگه نیازی نیست اینو بذارن توی بانک دوباره ببرم ولی اومدن آلمان کسایی که قبلا مصاحبه شدن و منتظر ویزاشون هستن اگه اومدن آلمان برای بلاک اکانت باید مبلغ زدید یعنی 11172 یورو بذارن توی بانک و برای تمدید ویزاشون ببرن و اون شهرهایی هم که مثل شهر ما بلاک اکانت نمیخواد همین پول توی بانک و یه رسید میگیرن و میبرن اما اما اینو خواستم بگم که چرا این اتفاق افتاد چیا گرون شده دقیقا دو تا چیز اصلی که گرون شده یکی غذا و مواد غذایی هستش که توی ویدیوی ای اینستاگرام ای استوری میذارم از قیمت ها میگم که چه چیزایی گرون شده مثل شیر و لبنیات و گوشت و برنز و اینا همه چیزشون گرون شده تقریبا 20 درصد و ازار خونه ازار خونه حالا مال ما خوشبختانه زیاد گرون نشد خدا رو فقط دو یورو گرون کردم شاید هم چند ماه آینده انجام گرون کنم نمیدونم ولی مثلا واسه دوستم که توی کلن زندگی میکنه خوابگاه نیستن خونه هستن افزایششون زیاد بوده و دارن خونهشون عوض میکنم بخاطر خاطر همین افزایش چون پول انرژی خیلی رفته بالا پول نفت و گاز و بنزین و این انرژی ها دیگه برق خودش گرون شده و نمیدونم حالا از این ماه پول برق ما چقدر قراره بیاد امیدوارم خیلی گرون نشده باشه چون واقعا به دانشجو داره فشار میاد و خبر بعدی این که کمک از اینهای دانشجویی که به ما اصولا تعلق نمیگیره واسه خود آلمانیا و پناهنده هاست اصولا عموما که همون بافوک میگن چی میگن اونم داره افزایش پیدا میکنه یعنی این پولی که به دانشجوها میدن ماهیانه این هم طبق همین به ماهی حدود 900 یورو افزایش پیدا میکنه که به دانشجوایی که تعلق میگیره پرداخت میکنن همچنین قراره که که این چیز وام دانشجویی وام دانشجویی هم قرار افزایش پیدا کنه به خاطر همین تورمه چون باید پوشش بده هزینه های دانشجوها خبر بعدی آها یه توضیح بدم در مورد این وام های دانشجویی خب KFW Educational Loan یعنی وام دانشجویی که KFW داره تعمیل میکنه به صورت ماهانه پرداخت میشه که بین 100 تا 300 یورو هستش با بهره 47 صدم درصد یعنی حتی یه درصدم در نیست بهرش کلش و حد اکثر سنی که میتونید برای اپلای کنین 35 ساله اما برای KFW Student Loan این مقدار تا مایی 650 یورو هستش اما بهرش 3.5 درصد است و 35 درصد که این دوتا وامو که گرفتیم باید کامل پس بدین یعنی با این بهرهایی که گفتم باید پس بدین و شروع پسادنشم تازه 18 ماه بعد اینکه این, این وام گرفتیم کامل شروع میشه و یک و نیم سال بعد شروع میکنیم برای پرداختش میتونیم واما رو بگیریم وام خوبی هم هست اما یه چیز دیگه برای بی ای ای اف او دی یا همون وافوگ لون که برای گفتم برای ما زیاد تعلق نمیگیره من یه بار اپلای کردم دلیلش رو نمیدونم چون توی حسابم پول بود یا نه ریزیک شدم که مثلا هم اتاقی من پناهنده از اینو میگیره پناهنده همشون تعلق میگیره بهشون این وامو میگیرن 50 درصدش پس میدن یعنی سال 10000 تا وام میگیرن هزار تاشو دو سال بعد تازه میخوام پس بدن و بهرش هم 0 درصده و البته دو سال نه پنج سال بعد اینکه این پولو گرفتیم پس میدیم پنج سال بعد تازه شروع میکنن این وامو پس بدن کل چیزی که میخواستم بگم برای الان همینه بازم سوالی در این مورد داشتین حتما بپرسین در مورد هزینه ها و غیره خوشحال شدم دیدمتون بای بای